حالا میخونم قسمتشون. ببینید که از سبت که داستان چگونه است. تحریر الوسیله، از سبت که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته. قانون اساسی چونم از همین گرفته. خب میخونم قسمتشون. آخوندها میگوین که لا حیا افتی، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنن، میگن لا حیا افتی، یعنی در بحث دینی حیا وجود نداره. حالا بنده از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بنده حرفای اینها. صفحه 135 کتاب تحریر بست. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در میکنه. حدث اکبر، ببینید چه صدایی داره. حدث اکبر، اصغرش هم هست البته. تو فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث یعنی چیزی اتفاق، یه حادث میشه. چون این مطلب هم حادث میشه خودش، کسی گوشتن حدث. کسی که حدث اکبر، اینا درجه بندی کردن، حالا باید این نیست کره کوانتی، کره کوانتی چقدره، تا چه حدش حدث اصغر صدا چقدره. البته بسیار آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه. ببینیم آقا حدش کجا. علما، بینام گن علما. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یه حدث همسایه ها متوجه بشه، غیر از سرده باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برای حدث اکبر، یکیش هم برای اون داستان. یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید حرفا رو، از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید، این کلوخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابشون رو بخونید بفهم. حالا گوش کنید، نصر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنتید. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب بلکه خالی از وجه نیست، باید در قسم مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید. و در حدث جنابت یک تبیم تیمم کفایت میکند. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه. اینجا پالی و هایزنبرگ باید یعنی مسئله رو حل کنن. مسئله چهار، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود. یه هم میبینی آخوند، این آخوندهای دوستی دارم من، یه واسه تنزو گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم. یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست. میگفتن ما قوم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از سر بوی سولفور، بوی گند. گفتیم چطور؟ گفت بله، این آخوندها میرن مفت میخورن، آبگوشت و اینا منزل اینا میخورن، میان سر منبر باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند، در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم رو تحریک، خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشه، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه چی دستانو بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخون گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخون جا به جا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد. یه خود راحت شد، دوباره سخن شروع کرد،
و گفت ما فرار کردیم، بینی ها رو گرفتیم فرار کردیم. از سبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد، دید که کوبت ناجور شد، اون نخودای پوست نکنده و اینا که در آبگوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بر جمال محمد صلوات، همه صلوات. دوباره از این طرف دوباره شروع کرد و حدث اکبر رها کرد. یه کار آخوندار. حالا میگه که چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن. خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله چهار، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 حدث اکبر رها کنی بعد یه تیمم کنی تمام شو؟ نمیشه همچین چیزی. خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه. خب اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده، 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت برای واجب باشد، باید دو تیمم کنه. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضو، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنه چه کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلیم حاصل شد. افسوس که اون وضو به چیزی، حالا شما چیز رو یک کار گشت مون ته بذاریم، افزوز که اون وضوع به چیزی بشکست، وین روزه به نیم جرمه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود و قرار بود ما رو به رستگاری با بشهد، این نماز روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله فن تیمون بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله. حالا دیگه بقیش هم من خدمتتون نمی خونم که ببینید که چه چیزهایی هست.